نشستی که در آن 250,000 نفر دعوت شده بودند، تنها حدود 70,000 نفر را از سراسر ایران به ورزشگاه کشاند. آن هم در روزی که گوینده به تبعیت از شعارهای انتخاباتی دولت فریاد می‌زد بهار بهار و حاضران گرسنه با نهار نهار پاسخش را می‌دادند. از چند روز پیش برگزاری میتینگ دولت در ورزشگاه آزادی با انتقادهایی مواجه شده بود. روز چهارشنبه خبرگزاری‌هایی مثل مهر گزارش دادند برای هر مهمان 500,000 تومان هزینه شده است. یعنی در مجموع معادل 10 میلیارد تومان که به نوشته سایت بازتاب از مخالفان دولت معادل یک ماه یارانه 200,000 ایرانی است. والا من فکر میکنم همه چی در کشور باید بر اساس قانون باشه. دولت میگوید هدف تجلیل از دستاندرکاران ستاد تسهیلات نوروزی بود. توزیع هدایای بانکی و همچنین سیمکارت های رایتل هم باعث نشد ورزشگاه آزادی پر شود. تا به نوشته سایت بازتاب میتینگ 10 میلیاردی دولت شکست بخورد. نهادهای منتقد دولت از برگزاری این همایش انتقاد کرده بودند و آن را تلاش دولت برای اعلام نامزدی رسمی اسفندیار رحیم مشایی دانستند. اصرار دولت برای برگزاری این نشست به اعتراض فرمانده پلیس ایران، رئیس قوه قضاییه و حتی سخنگوی شورای نگهبان که مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات است، منجر شد. اسفندیار رحیم مشایی روز پنجشنبه در مراسم حضور نیافت و احمدی نژاد هم سخنرانی کوتاهی داشت و رفت. پیش از این نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اعلام کردن مانع حضور منتقدان و مخالفان آیت الله خامنه ای در انتخابات می شوند. در غیاب رقبا اختلاف رهبر و رئیس جمهوری ایران هم موجب شده که محافظه‌کاران نزدیک به آیت الله خامنه ای با حضور چهره های نزدیک به احمدی نژاد در انتخابات مخالف باشند. به همین دلیل مدت هاست که حامیان رهبر جمهوری اسلامی علیه رحیم مشایی موضع‌گیری می‌کنند. برخی منتقدان حکومت مثل محمد نوریزاد این اختلافات را بازی حکومت برای پرشور کردن انتخابات می‌دانند و می‌گویند مشایی مهره پنهان رهبر است که در نهایت وارد بازی انتخابات می‌شود. ادعایی که شواهدی هم در مراسم روز پنجشنبه داشت، مثل این تابلوی بزرگ جلوی محمود احمدی نژاد که روی آن نوشته بود لبیک با خامنه ای، و یا این اسب سوار که با عکسی از آیت الله خامنه ای به ورزشگاه آمد و با ادای احترام احمدی نژاد مواجه شد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.